مدیا کده مرجع کامل کتاب های صوتی روز دنیا بوکلایت کتاب دنیای صوفی اثر یوستین گوردر چگونه به دنیای اطراف خود نگاه کرده و با شناخت فلسفه به دانش حقیقی نزدیکتر شویم با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه به دنیای اطراف خود مثل یک فیلسوف نگاه کنید. آیا آن لحظه ای از کودکی خود را به خاطر دارید که برای اولین بار به ستاره ها آسمان خیره شدید؟ در آن لحظات چه چیزی در مورد جهان کنجکاوی شما را برانگیخت؟ آیا هیچ وقت از خود پرسیده اید چرا ما انسان ها نمی توانیم پرواز کنیم؟ چرا این همه موجودات متفاوت در جهان وجود دارد؟ یا چرا می توانیم فکر کنیم؟ آیا هیچ وقت از زنده بودن خودتان یا وجود جهان تعجب کرده اید؟ بسیاری از افراد فکر می کنند که این همه کنجکاوی هیچ فایده ای ندارد. آنها میپرسند که مگر فلسفه چه کاری می تواند انجام دهد؟ یا میگویند که فلسفه نمی تواند برای شما غذا یا پول زیادی فراهم کند. و فیلسوفها فقط انسانهایی تنبل هستند که تا ابد به فکر کردن در مورد چیزهای بی معنی ادامه داده و منابع عمومی را هدر می دهند. اما یوستین گوردر نویسنده یک کتاب دنیای صوفی اعتقاد دارد که هر کسی با یک حس کنجکاوی طبیعی نسبت به جهان متولد می شود. اما هرچه انسان ها بزرگتر شده و با رفاه بیشتری زندگی می کنند، تمایل خود را نسبت به شناخت جهان از دست می دهند. با این حال فیلسوف ها این گونه زندگی نمی کنند. فیلسوف ها کسانی هستند که برای شناخت جهان دست به خطر می زنند. بعضی از آنها شکست می خورند، اما بسیاری از آنها بر باورهای خود پافشاری می کنند. آنها از کسانی که در رفاه زندگی می کنند گلایه دارند که چرا اینقدر به مسائل مادی اهمیت می دهند. ولی هیچ کس به حرفهای آنها گوش نمی دهد. افراد عادی فیلسوف ها را آدم هایی درد سرساز می دانند و حرفشان را با جمله هایی مانند این قطع می کنند. لطفاً آن نمکدان را به من بده. امروز قیمت گوجه چقدر است؟ آیا شنیده ای که فلان بازیگر از همسرش جدا شده است؟ فیلسوف ها درست می گویند. ما اغلب به چیزهای بی اهمیت توجه زیادی می کنیم و چشم خود را به روی اتفاقات مهم زندگی می بندیم. پس همانطور که کتاب دنیای صوفی می گوید، اکنون باید انتخاب کنید. می توانید تصمیم بگیرید به فردی بی تفاوت تبدیل شوید که هیچ احساسی ندارد، درست مانند دیگران، یا اینکه حس کنجکاوی خود را تقویت کرده و تشنه دانش باشید. اگر گزینه دوم انتخاب شماست، شنیدن خلاصه کتاب دنیای صوفی شما را شگفت زده کرده و افقهای دیدتان را باز خواهد کرد. نویسنده این کتاب یوستین گوردر در اصل معلم فلسفه یک دبیرستان بود. او علاقه شدیدی به تفکر و تحقیق در زمینه ی طبیعت انسان و همچنین یافتن معنای نهای زندگی داشت. بعد از انتشار اولین کتابش در سال 1986 او به تدریج به عنوان یک نویسنده بین المللی در نروژ شناخته شد. کتاب دنیای صوفی رومانی است که در قالب آموزش های یک معلم فلسفه به دختری به نام صوفی کل تاریخ فلسفه قهر را به تصویر می کشد. واجه صوفی به معنی حکمت است. حکمت یعنی توانایی فکر کردن و عمل کردن بر اساس دانش، تجربه و قضاوت درست. بنابراین این عنوان برای کتابی در مورد تاریخ فلسفه بسیار مناسب است. این کتاب برای کسانی که هرگز در مورد فلسفه مطالعی نداشتند و میخواهند با مقدمات این حوزه آشنا شوند بهترین گزینه است. حال به ما ملحق شوید تا سفرتان را در مسیر حکمت آغاز کنید. ابتدا بحث را با سوال فلسفه چیست آغاز کرده و در مورد جایگاه فلسفه در یونان باستان صحبت می سپس دیدگاه های فلسفی قالب در قرون وسطا و نظریه های فیلسوف آلمانی امانوئل کانت را از نظر می در انتها با صحبت درباره دوران پس از کانت و عصر جدید فلسفه به بحث خود پایان می دهیم. بوکلایت شماره یک حس کنجکاوی انسان دلیل اصلی پیدایش فلسفه است. کلاس فلسفه صوفی با یک نامه از طرف معلمش آلبرتو ناکس آغاز شد. در آن نامه تنها یک جمله نوشته شده بود. تو کی هستی؟ وقتی ما برای اولین بار حرف زدن یا راه رفتن را یاد میگیریم، اغلب از خودمان میپرسیم که من کی هستم. صوفی هم با خود فکر کرد آیا او صوفی است؟ اما این کسی که صوفی نام دارد واقعا کیست؟ اگر بعد از تولد اسم دیگری برایش انتخاب میکردند چه میشد؟ آیا به فرد دیگری تبدیل می شد؟ صوفی فهمید حیوانات نمی در مورد چیستی خودشان فکر کنند ولی انسانها نه تنها می نسبت به وجود خودشان آگاه باشند بلکه قادرند به این فکر کنند که از کجا آمدند و به کجا خواهند رفت این موضوع خیلی غیرعادی است او فهمید انسان می به این فکر کند که معنای زندگی چیست یا اینکه زندگی بعد از مرگ وجود دارد یا نه دیری نگذشت که او نامه دوم را دریافت کرد در آن نامه نوشته شده بود این دنیا از کجا آمده است صوفی فکر نمی کرد که خودش یا هر کس دیگری واقعا جواب این سوال را بداند اما این سوال مهمی بود او برای اولین بار احساس کرد که حداقل یک بار در طول زندگیش باید از خود بپرسد که واقعا کیست؟ ما در جامعه مدرن با فناوری های پیشرفته زندگی می کنیم. در نتیجه می دانیم که بر روی یک سیاره خیلی کوچک در فضا قرار داریم. اما فضا از کجا آمده است؟ می توانیم بگوییم فضا همیشه وجود داشته است. اما یا امکان دارد چیزی همیشه وجود داشته باشد؟ هر چیزی حتما باید از جایی شروع شده باشد. این طور نیست؟ پس فضا باید در نقطه ای از زمان از چیزی دیگر ایجاد شده باشد. اما آن چیز دیگر از کجا آمده است؟ این سآل ها شبیه به این سال معروف است که اول مرغ بوده است یا تخم مرغ؟ پس در نهایت باید به نقطه ای برسیم که یک چیز از هیچ چیز ایجاد شده باشد. این درست به همان اندازه باور نکردنی است که بگوییم دنیا همیشه وجود داشته است. تو کی هستی؟ دنیا چطور ایجاد شده است؟ صوفی با خود گفت چه سوالهای آزار دهنده ای؟ انگار کسی او را محکم تکان داده و با معماهای بزرگ هستی مواجه کرده بود. در حقیقت این سالها دقیقا همان سالهایی است که وقتی انسان برای نخستین بار به ستاره ها خیره شده بود نیز به آنها فکر میکرد. و همان سالهایی که وقتی کودک بودید ذهن شما را به خود مشغول می کرد. دلیل پیدایش فلسفه حس کنجکاوی انسان است. گوردر بر این باور است که کنجکاوی تنها پیش شرط تبدیل شدن به یک فیلسوف برجسته است. فلسفه درست مانند معنای لغویان چیزی نیست جز عشق به حکمت به ح... بوکلایت شماره دو فیلسوفان طبیعی اولین کسانی بودند که از خدایان اساتیری انتقاد کردند. در مراحل آغازین تاریخ بشر افسانه های بسیاری برای پاسخ دادن به معماهای بزرگ این دنیا وجود داشت. برای مثال در اسطوره‌های های نوردیک یا مردم اسکاندیناوی مردم حاصل خیزی زمین را به سر خدای رد و برق و باران نسبت می دادند. مردم یونان هم خدایان اساتیری متعددی مثل زئوس، آپولو و آتنا را ایجاد کردند. فیلسوفان یونانی اولیه از این اسطوره‌ها ها انتقاد کردند. آنها معتقد بودند که این خدایان به انسانها شبیه بوده و مانند ما خودخواه و خیانتکار هستند. بنابراین این ها چیزی جز نتیجه تخیل انسان نبودند. از آن زمان به بعد مردم به تدریج از یک نگاه اساتیری به طرز فکری بر اساس تجربه و عقل روی آوردند. هدف فیلسوفان یونانی آغازین این بود که به جای داستانهای فراتبیعی یا اساتیری تبیرهای طبیعی برای تغییرات موجود در طبیعت ارائه دهند. به همین دلیل این افراد به فیلسوفان طبیعی معروف هستند. کتاب دنیای صوفی تعداد زیادی از مهمترین فیلسوفان این دوره را معرفی می کند. برای مثال پارمنیدس فکر می کرد که هرچه در این دنیا وجود دارد همیشه وجود داشته و جاودان است. هیچ چیزی نمی تواند از چیزی دیگر به وجود بیاید و هر چیزی که وجود دارد از بین نمی رود. این دیدگاه برای یونانیان آشنا بود و کمابیش آن را قبول داشتند. اما پارمنیدس از این هم فراتر رفت و گفت هیچ تغییر واقعی وجود ندارد. هیچ چیزی نمیتواند به چیز دیگر تبدیل شود. هروکلیتوس دیگر فیلسوف طبیعی با این نظر مخالف بود. او بر این باور بود که همه چیز در جریان و به طور مداوم در حال تغییر است. پیرو به این مطلب او می گفت که ما نمی توانیم پای خود را دو بار در یک رودخانه قرار دهیم. چون در بار دوم نه خود ما و نه رودخانه دیگر آن چیزهای قبلی نیستیم. هروکلیتوس همچنین تاکید داشت که هر چیزی در این دنیا با نوع متضادش شناخته می شود. اگر ما هیچ وقت گرسنه نبودیم، هرگز لذت سیری را درک نمی کردیم. اگر هیچ جنگی وجود نداشت، ارزش صلح را نمی فهمیدیم. یا اگر زمستانی وجود نداشت، بهار را تجربه نمی کردیم. بنابراین، وجود خوب و بد و خیر و شر ضروری است. دنیا بدون تعامل مداوم امور متضاد هرگز به وجود نمی آمد. البته نظریه های پارمنیدس و هروکلیتوس بسیار پیچیده تر از چیزی است که در مورد آن صحبت کردیم. اما بعد از مرور نظریه های آنها نیاز است که به یک مطلب توجه کنیم. پارمنیدس فکر می کرد که ادراکات حسی ما یعنی چیزهایی که از طریق حواس پنجگانه خود درک می کنیم قابل اعتماد نیستند. و از آنجا که از نظر عقلی هیچ چیزی تغییر نمی کند، فقط باید به عقل خود تکیه کنیم. برخلاف این نگاه، هروکلیتوس معتقد بود که طبیعت به طور مداوم در حال تغییر است و برای درک دنیا باید به حواس خود اعتماد کنیم. اکنون سوال این است که حق با چه کسی بود؟ باید از عقلمان پیروی کنیم یا از حواسمان؟ در بوکلایت بعدی خواهید شنید که چطور نظریه های متضاد پارمنیدس و هروکلیتوس به دو روی کرده کلی تاریخ فلسفه تبدیل شدند. بوکلایت شماره 3 سقرات تجسم عینی فلسفه بر روی زمین بود. نقطه ی آغازین تاریخ فلسفه را به سقرات نسبت می دهند. به همین خاطر به فیلسوفان طبیعی فیلسوفان پیش سقراتی نیز می گوید. سقراط پنهانکار ترین فرد در کل تاریخ فلسفه است. گرچه سقراط هیچ نوشته ای از خود به جا نگذاشت، اما یکی از تأثیر افراد در تفکر اروپایی است. تمام چیزهایی که تا کنون در مورد سقراط می دانیم، از نوشته های شاگرد او افلاتون به دست ما رسیده است. یک فیلسوف رومی به نام سیسرو تعبیر زیبایی از سقراط ارائه داد. او گفت که سقرات فلسفه را همچون الهی از آسمان به زمین فرا خواند آن را در شهرها مستقر کرد، به خانه های مردم معرفی کرد و آنها را مجبور کرد تا در مورد زندگی، اخلاقیات و خوب و بد تحقیق کنند. سقرات باور داشت که فیلسوف ها می دانند که دانش آنها بسیار محدود است. پس آنها به جستجوی خود برای کشف حقیقت ادامه می دهند. او گفت من فقط یک چیز را می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. بنابراین فیلسوف ها کسانی هستند که تشخیص می دهند چیزهای زیادی هست که هنوز نمی دانند و این نگاه آنها را به حرکت وامی دارد. سقرات خود را یک فیلسوف می دانست. یعنی کسی که عاشق حکمت و دانش است. سقرات بر اساس افکار خودش عمل می کرد. او هرگز به روش معلم های مدارس سنتی آموزش نمیداد و برای کسی سخنرانی نمی کرد. بلکه فقط سوال مطرح کرده و بحث راه می انداخت. او بیشتر عمر خود را به گفتگو با مردم در خیابان ها و بازارهای آتن سپری کرد. او ابتدا سؤالی می پرسید که گویی جوابش را نمیدانست. سپس در طول مکالمه حریف خود را مجبور می کرد که به اشتباهات نظریش اعتراف کرده و درست را از غلط تشخیص دهد. معمولا این روش سقرات را به طور استعاری مامایی معنوی می نامند. شاید این نامگذاری تحت تأثیر قابل بودن مادر سقرات بوده باشد. سقرات فکر می کرد که مکالمات او درست مانند یک قابله بودند. همانطور که عمل زاییدن یک نوزاد ویژگی طبیعی انسان است و به آموزش نیاز ندارد، دانش حقیقی نیز از ذهن بیرون نیاید نه از طریق آموزش دیگران. بنابراین اگر از عقل سلیم خود استفاده کرده و در درون خود جستجو کنیم، حقیقت فلسفه را درک خواهیم کرد. سقرات مدام ضعف افکار دیگران را به آنها نشان می داد. این باعث شد که برخی فکر کنند با صحبت کردن با او خود را مزحکه خاص و عام می کند. پس هرچه می گذشت افراد بیشتری به خصوص افراد برجسته ی یونان او را به چشم آدمی مردم آزار می دیدند. بعد از مدتی او به این متهم شد که به خدایان پذیرفته شده یاتن باور ندارد و جوانان را فاسد می کند. در نهایت او به اعدام محکوم شد. در واقع اگر سقرات راضی می شد که طلب بخشش کرده و شهر آتن را ترک کند می توانست زنده بماند اما او به جای این کار مرگ با عزت را انتخاب کرد این روزها بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که منطقی تر است که سقرات را خود فلسفه بدانیم تا یک فیلسوف او بیشتر شبیه تجسم عینی فلسفه است در طول تاریخ فلسفه همه ی فیلسوفان کمابیش دانش فلسفه را به عنوان یک ابزار در نظر می گرفتند. اما فلسفه برای سقراط یک مکالمه بود. در یک مکالمه افراد تلاش می کنند تناقضها را آشکار کرده و بر آنها غلبه کنند تا در نهایت به حقیقت برسند. او باور داشت که توانایی تشخیص درست از غلط در عقل انسان نهفته است. او همچنین می گفت، کسی که بداند چه چیزی خوب است کار خوب را انجام خواهد داد. در واقع اگر کسی بر خلاف عقل ذاتیش عمل کند هرگز خوشحال نخواهد بود. سغرات درست مانند پارمنیدس معتقد بود که راه رسیدن به دانش در عقل انسان نهفته است. پس بدون شک او یک فیلسوف عقل گرا بود. یعنی کسی که باور داشت عقل انسان منبع اصلی رسیدن به دانش در مورد دنیاست. اعدام او فلسفه را برای اولین بار به ای مهمتر از مرگ و زندگی تبدیل کرد. بعد از مرگ سقراط جامعه برای جستجوی فلسفی ارزش بیشتری قائل شد. بوکلایت شماره چهار افلاتون نوشته های زیادی از خودش و سقراط به جا گذاشت. وقتی سقرات جام زهر را سر کشید و از دنیا رفت شاگردش افلاتون فقط 29 سال داشت او از اینکه میدید مردم آتن نجیب ترین شهروند خود را به مرگ محکوم کردند به شدت متعجب شده بود این حادثه تاثیر مهمی بر مسیر آینده ای او در فلسفه گذاشت برای افلاتون مرگ سقراط نمونه بارز درگیری بین جامعه واقعی و جامعه آرمانی مورد نظر فیلسوفان بود. اولین اقدام او به عنوان یک فیلسوف این بود که دادخواست سقراط به دادگاه را در قالب کتاب دفاعی سقراط منتشر کند. غیر از کتاب دفاعی این افلاتون بود که باعث شد به آثار سقراط دسترسی داشته باشیم. او یک مدرسه فلسفه در جایی نزدیک آتن تأسیس کرد و نام آن را آکادمی گذاشت. در آنجا افلاتون به تدریس فلسفه، ریاضیات و ژیمناستیک مشغول شد. البته با استفاده از روش مکالمات سقرات. افلاتون به رابطه بین مفاهیم ابدی و سیال دقت می کرد. ولی مانند سقرات یک فیلسوف عقلگرا بود. او به مفاهیم ابدی علاقه مند بود که هم با طبیعت مرتبط بودند و هم با جامعه و اخلاقیات انسانی. برای افلاتون، طبیعت و جامعه مانند دروی یک سکه بودند. او تلاش می کرد که به حقیقتی ابدی و تغییر ناپذیر در مورد طبیعت و انسان دست پیدا کرده و توجه مردم را به چیزهایی که تا ابد حقیقی، زیبا و خوب هستند، جلب کند. افلاتون به عنوان نوعی دوگانگی دنیا را به دنیای آرمانی و دنیای ملموس تقسیم کرد. بر این اساس او نظریه مسل یا نظریه ایده ها را مطرح کرد. مسل جمع واژه مثال است و در اینجا به فرم یا شکل اشاره دارد. او معتقد بود که چیزهای محسوس در طبیعت سیال بوده و تغییر می کند. ولی فرم یا قالبی که این چیزها را می سازد ابدی و تغییر نپذیر است. برای مثال، اسبها در دنیای مادی تفاوتهای ظاهری زیادی با هم دارند. اما چیزی در مورد همه آنها وجود دارد که مشترک است و کمک می کند که همه آنها را اسب بنامیم. به زبان افلاطون، کلیتی در ورای آنها وجود دارد که مستقل از مواد ملموس و پیچیده ی آنهاست. بنابراین همه ی آنها از واقعیتی ابدی و کامل ایجاد شدند. همه ی پدیده های موجود در دنیا ماکت ها یا سایه های از واقعیت هایی کلی در عالم مسل هستند. این چه معنایی دارد؟ فرض کنید میخواهید تعدادی شیرینی درست کنید که همه ی آنها به شکل یک اسب باشند. برای این کار به قالبی نیاز دارید که شبیه یک اسب باشد. ولی با وجود اینکه از یک قالب استفاده می کنید، شیرینی های پخته شده کاملا شبیه به هم نخواهند بود. درست مانند قالب اسب در جهان مصول و نمونه های متفاوت آن در دنیای مادی. این قالب یا فرم همان جهان ابدی است که افلاتون ادعا میکرد کرد وجود دارد. از طریق این قالب ها هزاران شیرینی یا اسب متفاوت در این دنیا به وجود می آید. بنابراین، او می گفت غیر ممکن است که چیزهای ملموسی را که همواره در حال تغییر هستند به درستی درک کنیم. ما تنها می توانیم در مورد آنها نظر بدهیم و ایده پردازی کنیم. ولی درک چیزهای کلی، ابدی و تغییر ناپذیر مانند ریاضیات برای ما ممکن است. افلاتون طرفدار دوگانه ذهن و جسم نیز بود. او بر این باور بود که انسان موجودی دوگانه است. بدن ما سیال است و به دنیای حواس تعلق دارد اما ما یک روح فناناپذیر نیز داریم که متعلق به دنیای عقل است روح ما انسان ها از ابتدا وجود داشته است اما به محض اینکه در بدن ما قرار می گیرد اصل خود را فراموش می کند وقتی ما نمونه های متفاوتی از یک چیز واحد را در طبیعت پیدا می کنیم، آرزو می کنیم که به اصل حقیقی خود برگردیم. این نوع اشتیاق چیزی است که در فلسفه ی یونان به اروس معروف است و به معنی عشق است. گرچه این روال ایدال زندگی است، اما بیشتر افراد تمایل ندارند که روح خود را از بدنشان آزاد کنند. آنها فقط به کارهای روزانه و پول علاقه دارند. البته امیدواریم که شما جز این دسته از افراد نباشید. افلاتون از تمثیل قار برای توضیح این مسئله استفاده کرد. تصور کنید افرادی درون یک قار زندگی می کنند. پشت این افراد به سمت دهانه ی قار است و دستها و پاهایشان طوری به زمین زنجیر شده است که نمی توانند به بیرون قار نگاه کنند. موجودات انسانگونه زیادی از جلوی قار رد می شوند. این موجودات هایی در دست دارند که باعث می شود، سایه آنها بر روی دیوار قار منعکس شود. برای افراد داخل غار این سایه ها چیزی را به تصویر میکشند که به باور آنها دنیای واقعی است. یک روز یکی از قارنشینان زنجیرهایش را پاره می کند و متوجه می شود که همه چیزهایی که تا آن زمان دیده است فقط سایه بودند. او با سرعت به بیرون قار می رود و دنیای واقعی و منشأ آن یعنی خورشید را می بیند. سپس به داخل قار برمیگردد و به دیگران می گوید آن چیزی که شما واقعیت می در حقیقت سایه است. با این حال مردم حرف او را باور نمی کنند. آنها به سایه ها اشاره می کنند و می که هیچ چیز دیگری در این دنیا وجود ندارد. سپس او را می کشند. تمثیل غار سعی می کند تا مسیر فیلسوف از سایه ها به سمت حقیقت را به ما نشان بدهد. به احتمال زیاد برای افلاتون مردی که به داخل غار برگشت و کشته شد خود سقرات بود. بوکلایت شماره پنج ارستو نخستین کسی بود که از معلم خود افلاتون انتقاد کرد. افکار افلاتون نه تنها پیوند عمیقی با معلمش سقرات داشت بلکه به شاگردش ارستو نیز مربوط میشد. در طول دو هزار سال گذشته افراد زیادی در مورد نظریه های افلاتون بحث کرده و از آن انتقاد کردند. اما ارستو اولین کسی بود که این روند را آغاز کرد. ارستو معلم اسکندر کبیر پادشاه بخش مقدونیه در یونان باستان بود. آثار او زمینه های مختلفی از جمله فیزیک، متافیزیک، زیستشناسی، شعر، منطق، اخلاقیات، سیاست و اقتصاد را در بر میگیرد. البته در اینجا نمی توانیم در مورد همه ی اینها صحبت کنیم. ما فقط نظریه علت های چهارگانه ی او را به طور خلاصه به شما معرفی می کنیم. ارسطو افلاطون را بسیار زیاد تحسین می کرد. اما این را هم گفت که افلاتون برای من عزیز است اما حقیقت از او هم عزیزتر است افلاتون از عقل خود برای رسیدن به دانش حقیقی استفاده می کرد و بر فرم ها یا ایده های ابدی تاکید داشت برای مثال عمر کارهای پرهیز ای که از افراد سر میزند کوتاه است و اما خود تقوا حقیقتی است ابدی و فنا ناپذیر از نظر او جهان علم و فلسفه از چیزهای انفرادی تشکیل نیافته است بلکه متشکل از ایده هاست همچنین افلاتون هر چیزی در دنیای واقعی را سایه ای از یک چیز کلی و تغییر نپذیر در عالم مسل می دانست. اما ارسطو برعکس افلاتون فکر می کرد. او از حواس خود بهره برد و در مورد قورباغه ها، ماهی ها، شقایق ها، خشخاش ها، و چیزهای دیگری که واقعا وجود داشتند مطالعه کرد. به همین دلیل او جایگاه مهمی در تاریخ علم به دست آورد. ارسطو باور داشت که چیزهای انتظایی فقط انعکاس چیزهای طبیعی بوده و دنیای واقعی همان طبیعت است. ارسطو فکر می کرد فرمها، ایده و چیزهای کلی از چیزهای موجود در دنیا جدا نیستند، بلکه در خود چیزها وجود دارند. فرم ویژگی خاص هر چیزی است. برای مثال فرم یا صورت یک مرغ در هر یک از مرغ های موجود در دنیا به عنوان ویژگی های خاص یک مرغ مثل تخم گذاشتن وجود دارد. بنابراین یک مرغ و صورت آن مرغ را نمی توان از هم جدا کرد. درست مانند جسم و ذهن. او انکار نمی کرد که انسان با عقل به دنیا می آید. اما معتقد بود پیش از آن که قادر باشیم چیزها را حس کنیم عقل ما کاملا خالی است. بنابراین واقعیت از چیزهای مختلفی ساخته می شود که وحدت بین ماده و صورت را تشکیل می دهند. در اینجا منظور از ماده همان مواد تشکیل دهنده ی چیزهای مختلف است و صورت به شکل و دیگر ویژگی های خاص هر چیز اشاره دارد. علاوه بر علت مادی و علت صوری دو علت دیگر به نام های علت فائلی و علت قایی نیز وجود دارد. علت فائلی نیروی محرکی است که موجب تغییر چیزها می شود. علت قایی آن دلیلی است که چیزها به موجب آن وجود دارند یا تغییر می کند و این کنش ها و فعالیت های هدفمند را نیز شامل می شود. به عنوان مثال یک شیرینی را در نظر بگیرید. آرد و دیگر مواد تشکیل دهندش علت مادی آن هستند و شکل، رنگ و تم علت صوری کسی که شیرینی را درست می کند، علت فائلی و خورده شدن هم هدف قایی آن است. همه اینها در کنار هم باعث می شود که این چیز را شیرینی بنامیم. عرستو اعتقاد داشت که دنیای طبیعی یک محرک اصلی دارد که از همه چیز بالاتر است، و علت قایی همه چیزهایی است که در دنیای طبیعی وجود دارد. چیزی نزدیک به مفهوم خدا. تا اینجا موضوعات اصلی فلسفه غرب را برایتان توضیح دادیم. در ادامه می خواهیم در مورد جایگاه فلسفه در قرون وسطا و روی فلسفی رایج در آن دوره صحبت کنیم. دوره صبح، بوکلیت شماره 6 قرون وسطا دوره سیطره مذهب و ایده های فلسفی آرمانگرا بود. با فروپاشی امپراتوری روم و یونان باستان، اروپا وارد قرون وسطای مسیحیت شد. اما در قرون وسطا، یعنی قرن پنج تا پانزده میلادی، مردم از فلسفه یونان کاملا جدا نشده بودند. بخش زیادی از فلسفه یونان توسط رهبران کلیسا مانند آگوستین قدیس در قالب مباحث الهیات وارد این دوره جدید شد. آگوستین قدیس فکر نمی کرد که تناقضی بین اصول مسیحیت و فلسفه ی افلاتونی وجود داشته باشد. بنابراین او نظریه های افلاتون را با نگاهی مسیحی تفسیر کرد. او باور داشت که در چهارچوب مذهب جای زیادی برای عقل ذاتی باقی نمیماند تا از طریق آن خوب و بد را تشخیص دهیم. اگر ما به خدا اعتقاد داشته باشیم، خدا روح ما را نورانی خواهد کرد. یا ایده های ابدی مورد دای افلاتون در حقیقت پیروی از یک ذهن الهی است. شر در اصل وجود ندارد. نیت خوب کار خداست و نیت بد دور شدن از کار خدا بعد از آگوستین قدیس مردم به بحث درباره رابطه بین ایده ها و انسان ادامه دادند این مباحثه بیش از 300 سال طول کشید و دو مکتب متضاد فلسفه مذهبی را در قرون وسطا شکل داد مکتب فکری اول واقع گرایی خدا باورانه بود که توسط توماس آکویناس ارائه شد پیروان این مکتب اصرار داشتند که هر ایده ای در خودش یک واقعیت عینی دارد. این ماده معنوی است که قبل از هر چیزی به طور مستقل وجود داشته و ذات هر چیزی را تشکیل می‌دهد. درست مانند علت قایی عرستو آنها فکر می‌کردند که خدا آن نیرویی است که همه چیزهای طبیعی را ساخته است. مکتب فکری دوم نامگرایی بود که فیلسوف و الهیدان فرانسوی راسلینوس آن را پای گذاری کرد. آنها واقعیت عینی ایده های عبدی را انکار می کردند و معتقد بودند که چیزهای انتظایی بعد از چیزهای ملموس به وجود می آیند. در اصل تنها چیزهای مشخصی که توسط حواس ما قابل درک هستند واقعا وجود دارند. نامگرایی که در آن زمان ارتداد به حساب می آمد، در حقیقت این ایده را منعکس می کرد که باورهای یک فرد از باورهای کلیسا بیشتر قابل اعتماد است. کشورها از کلیسا قابل اعتماد هستند و افراد با گناه اولیه به دنیا نمی آید. آنها به نمایندگی از قدرت روبرشت طبقه سلطنت طلبها، طبقه ملکداران و طبقه شهروندان با دین سالاری مبارزه کردند. این مناظره 300 ساله زیربنای محکمی را برای جنبش های رنسانس و اصلاحات مذهبی پروتستانی در اروپا ایجاد کرد. بسیاری از شما احتمالاً در مورد رنسانس یا دوره نوزایی که از قرن چهاردهم میلادی آغاز شد شنیده اید. حدود هزار سال پس از یونان باستان انسانگرایی دوباره یا شد. فلسفه و علم برای بار دوم از الهیات کلیسا جدا شد. ارتباط بین زندگی مذهبی و استدلال آزادتر شد. هنر، معماری، ادبیات، موسیقی، فلسفه و علم همه با سرعتی بی سابقه پیشرفت کردند. برای مثال در سال 1543 کتاب نیکولاس کوپرنیکوس با عنوان درباره انقلاب کرات آسمانی منتشر شد. این کتاب در برابر این مفهوم غلط که زمین مرکز جهان است موضع گرفت. از آن به بعد مردم شروع به درک ارزش انسان کردند. چندی بعد نظریه دینامیک گالیله، مکانیک کلاسیک نیوتون و اصلاحات پروتستانی یکی پس از دیگری ظاهر شدند. در آن زمان، سلطه کلیسای کاتولیک بر علم به تدریج از بین رفته بود. اما در حالی که بسیاری از مردم به خوشبینی عصر نوزایی تکیه کرده بودند، روند دیگری ظاهر شد که مردم را از دنیا جدا می کرد. بسیاری از هنرمندان آثاری ساده و هماهنگ با واقعیات زندگی مادی خلق می کردند. قرن هفته هم وارد دوره ای شده بود که اغلب آن را دوره باروک می نامند. مردم از ایده دم را غنیمت شمار خوششان می آمد و بر اجتناب ناپذیری مرگ تاکید داشتند. با آغاز قرن هفدهم تقابل بین آرمانگرایی یا آیدیالیزم و مادهگرایی یا ماتریالیزم شدت گرفت. در واقع شما می توانید نمونه های مبهمی از آن را در طول تاریخ فلسفه پیدا کنید. برای مثال، مکانیک کلاسیک نیوتون باعث شد که افراد بسیاری فکر کنند که می توان این جهان را با دقتی ریاضی گونه محاسبه کرد. اما فیلسوف انگلیسی توماس هابز بر این باور بود که همه پدیده ها در طبیعت از جمله روح از ذرات کوچکی تشکیل می شوند. در دوران مدرن تزاد بین آرمانگرایی و مادهگرایی تبدیل به مباحثهای بین عقلگرایی یا رشنالیزم و تجربه گرایی یا امپریسیزم شد. در ادامه متوجه می شوید که این بحث اوج درگیری دو مکتب فکری دوران باستان را به تصویر می کشد. تصویر می کشد. بوکلایت شماره هفت بعد از قرون وسطا تقابل تاریخی عقل گرایی و تجربه گرایی به اوج خود رسید. پدر فلسفه مدرن، فیلسوف فرانسوی رنه دکارت، در سال 1596 متولد شد. او بعد از مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که به هیچ یک از مکتبهای فلسفی از قرون وسطا تا امروز نمیتوان اعتماد کرد. بنابراین او کار خود را با ایجاد یک رویکرد فلسفی کاملا جدید آغاز کرد. دکارت ایده شک عمومی را مطرح کرد. او فکر می که ما نیاز داریم ابتدا در مورد هر چیزی شک کنیم و به احساسات خود اعتماد نکنیم از این طریق می توانیم همه نظریه های منسوخ شده را از ذهنمان پاک کرده و در نهایت حقیقت را کشف کنیم احتمالاً با این جمله معروف او آشنا هستید من فکر می کنم پس من هستم این جمله در اصل به زبان فرانسوی است بعد از این که به زبان لاتین ترجمه شد، ترجمه‌های غلطی از آن در کشورهای دیگر رواج پیدا کرد که موجب شد مردم آن را به درستی درک نکنند. واژه پس در این جمله به معنی علت نیست، بلکه تنها وجود یک رابطه را نشان می‌دهد. هستم مفهومی مرتبط با بودن و به این معنی است که هستی من وجود دارد. پس معنی اصلی جمله دکارت این است: من فکر می کنم و از طریق فکر کردن ثابت می کنم که من واقعا وجود دارم. تنها چیزی که من نمی توانم در مورد آن تردید کنم خود عمل تردید است. من نمی توانم وجود خودم را انکار کنم چون وقتی در وجود خود تردید می کنم در آن لحظه حضور دارم. به همین دلیل مفهوم یک موجود کامل فقط می تواند از طریق خودش به دست بیاید. پس ماده کامل وجود دارد. این طرز فکر معمول یک عقلگرا است. دکارت پیشگام عقلگرایی در اروپا است. او از طریق تردیدهای متعدد به یک فیلسوف دوگانه یا دوالیست تبدیل شد. او ذهن و جسم را جدا در نظر می گرفت. بعد از دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس به کار در چارچوب عقلگرایی ادامه دادند. عقلگرایان باور داشتند که عقل منبع دانش است. اما آنها این اعتقاد را نیز داشتند که مردم قبل از آن که چیزی را تجربه کنند از قبل ایده های ذاتی خودشان را دارند. هرچه این ایده ها روشنتر باشد، سازگاری بیشتری با چیزهای دنیای بیرون پیدا می کند. در مقایسه با عقل بسیاری از فیلسوفان بریتانیای نیمه اول قرن هجده هم مثل جان لاک، دیوید هیوم و جورج برکلی دیدگاهی داشتند که از تجربه گرایی پیروی میکرد آنها قبول داشتند که عقل وجود دارد اما معتقد بودند که تجربه های حسی ما تنها منبع دانش است چیزهایی مثل انعکاس ذهن روح و ایده تنها مفاهیمی انتظایی هستند که از چیزهای طبیعی به دست می آیند. تجربه گرایان اعتقاد داشتند که تمام دانش ما از تجربه های حسی ما به دست می آیند و از طریق آن تایید می شود. در میانه قرن هجدهم فرانسه به مرکز اصر روشنگری تبدیل شد. مونتسکیو، ولتر، روسو و دیگر بزرگان یکی پس از دیگری ظاهر شدند. بی تردید روشنگری یک جنبش بزرگ آزادی ایده ها بود. از یک طرف مردم به شدت از خودکامگی فعودالی، نادانی مذهبی و دادن امتیازهای ویژه به برخی افراد انتقاد می کردند. از طرف دیگر آنها طرفدار اصول آزادی، برابری، عشق جهانی و دموکراسی نیز بودند. این جنبش موجب شد که مردم از طریق عقلشان خود را از محدودیت ها خلاص کنند. این با آنها کمک کرد تا سرکوب گری دوران باستان را در هم بشکنند و به طور کامل خود را از دنیای باستان جدا کنند. این جنبش به مردم کمک کرد تا به خداگاهی برسند. تاریکی جهل را از زندگی خود بیرون کرده و تمام قاره اروپا را با نور عقل چراغانی کنند. در این نقطه تقابل طولانی بین عقل گرایی و تجربه گرایی به اوج خود رسید. این تقابل از تزاد بین پارمنیدس و هروکلیتوس آغاز شد. افلاتون بر این باور بود که روح عقلانی است. انسان با مجموعی از ایدهها، از عالم مسل یا ایده ها پای به این دنیا می گذارد. عرستو فکر می کرد که هرچه در ذهن وجود دارد ابتدا از طریق احساسات دریافت می شود. مدتی بعد مکتبها و فرهنگ های ملی مختلفی با تکرار دیدگاه های افلاتون یا عرستو با یکدیگر به مجادله پرداختند. این شامل تقابل بین مکتبهای فلسفی مذهبی در قرون وسطا و بحث بین مکتبهای فلسفی مختلف در دوره باروک می شود. در طول تاریخ صدها فیلسوف بودند که یکی از دو روی کرده عقل یا تجربه را انتخاب می کردن. این مجادله شدید نه تنها به اوج خود رسیده بود بلکه به بنبست رسیده بود تا اینکه فیلسوفی دوران ساز پا به ظهور گذاشت. بوکلایت شماره 8 امانوئل کانت به درگیری طولانی بین عقل گرایی و تجربه گرایی پایان داد در سال 1724 امانوئل کانت در شهر کونیکسبرگ واقع در منطقه پروسیا که در آن زمان متعلق به آلمان بود چشم به جهان گشود او به عنوان تنها فیلسوفی که در دانشگاه تدریس کرده بود درک درستی از تمام تاریخ فلسفه داشت سالی که توجه عقل گرایان و تجربه گرایان را به خود جلب کرد این بود که ما در مورد دنیا چه می دانیم؟ دانش چیست؟ عقل گرایان این موضوع را مطرح کردند که جهان هستی از طریق عقل درک می شود. تجربه گرایان ادعا کردند که ما دنیا را بر اساس چیزهایی که از طریق حواس خود دریافت می کنیم درک خواهیم کرد. عقل گرایان تحکید خیلی زیادی بر نقش عقل داشتند و تجربه گرایان نیز بیش از حد به تجربه های حسی اهمیت میدادند. از نظر کانت هم حواس و هم عقل ابزارهای ما برای درک دنیا هستند. کانت مدعی شد که دانش ما از دنیا به وسیله ی حواسمان به دست می آید. اما برخی عوامل مرتبط با عقل نیز تعیین می کنند که چطور دنیا را درک کنیم. به بیانی دیگر انگار ما با یک عینک به این دنیا نگاه می کنیم. شیشه های این عینک دو نوع ابزار درک ما هستند یعنی زمان و مکان این دو متعالی هستند یعنی قبل از هر تجربه ای حضور داشتند ما نمی دنیا را آنطور که هست درک کنیم بلکه تنها میتوانیم آن را از زاویه چشمانمان ببینیم بین ماهیت واقعی چیزها و آن که آنها به نظر ما میرسند تفاوت وجود دارد دانش مادی ما از حواسمان می آید و متناسب با ویژگی های عقل ما منطبق می شود. اما گاهی اوقات هیچ ماده قابل حسی برای پردازش یا هیچ تجربه‌ای برای استفاده وجود ندارد. در این مواقع عقل کاری نمی تواند انجام دهد. برای مثال این سوال را در نظر بگیرید که جهان محدود است یا نامحدود. برای ما غیر ممکن است که جوابی قانع کننده برای آن پیدا کنیم. جدای از این لازم نیست که برای پیدا کردن پاسخ سوالهایی مثل آیا انسان یک روح فنا ناپذیر دارد؟ آیا خدا وجود دارد؟ یا آیا انسان اختیار یا اراده آزاد دارد؟ اصرار داشته باشیم. ما قادر نیستیم که مثبت یا منفی بودن این عبارتها را ثابت کنیم. در فضای توهی نه عقل میتواند به ما کمک کند و نه تجربه. ما فقط نیاز داریم که فرزیه های عملی مطرح کنیم و آنها را باور کنیم. به همین صورت کانت فکر می کرد که هر کسی می‌تواند درست و غلط را از هم تشخیص دهد. در همه ما یک عقل ذاتی متعالی وجود دارد. این نیز یک فرضیه است. از طریق این عقل ذاتی ما می‌توانیم قانون اخلاقی جهانی را درک کنیم. درست مانند قانونهای فیزیک، این قانون اخلاقی نیز کاملا معتبر است. این قانون اخلاقی می تواند به ما در ارزیابی انگیزه های کارهایمان کمک کند. چیزی که کانت آن را امر مطلق جهانی می نامد. ما تنها زمانی می توانیم واقعا آزاد باشیم که از عقل عملی خود پیروی کنیم. تصمیم های اخلاقی بگیریم و بر اساس وجدانمان رفتار کنیم و کارهای پاک و درست انجام دهیم. مفهوم آزادی در اینجا ممکن است با چیزی که بسیاری از ما امروز درک می کنیم متفاوت باشد. پاراگرافی که اغلب از کانت نقل می شود در بخش پایانی کتاب نقد عقل عملی او قرار دارد. دو چیز هرچه بیشتر و عمیقتر به آنها بیاندیشیم ذهن مرا با شگفتی و حیبتی فضاینده تر مشغول می کند. آسمان پرستاره بر فراز من و قانون اخلاقی در درون من. کانت موفق شد که راه رهایی فلسفه از بنبستی را نشان دهد که به دلیل درگیری عقلگرایی و تجربه گرایی به آن شده بود. این دوره از تاریخ فلسفه به پایان رسیده بود و دوره جدیدی در حال ظهور بود. بوکلایت شماره 9 دوره جدید تاریخ فلسفه با باورهای دوره رومانتیک آغاز شد. در پایان قرن هجدهم روی کرد عمومی و نهای اروپا به زندگی آغاز شد. این رومانتیسیسم بود که شعر، فلسفه، هنر و علم را در بر گرفت. در ابتدا هدف آن این بود که با عقل مهوری اصر روشنگری مقابله کند. اما در واقعیت، نظریه های کانت همچنان تأثیر خود را حفظ کرده بود. بسیاری از بزرگان این دوره خود را جانشین کانت در نظر می گرفتند. کانت قبول کرده بود که دانش ما در مورد شیء فی نفسه بسیار محدود است. او همچنین بر نقش مهم نفس یا ایگو در کسب دانش تاکید داشت. در بحث زیبایی شناسی او مدعی شد که وقتی ما تحت تأثیر یک اثر هنری قرار می گیریم، به تجربه شیء فی نفس نزدیکتر می شویم. بنابراین بر همین اساس رومانتیسیست ها ایده پرستش نفس را مطرح کردند و چیزهایی مثل احساس، تخیل، تجربه و اشتیاق را سرلوحه کارهای خود قرار دادند. رومانتیک ها باور داشتند که فقط هنر می تواند ما را به تجربه غیر قابل بیان نزدیکتر کند. بسیاری از هنرمندان با استعداد مانند موسیقیدان آلمانی بتوون و شاعران انگلیسی بایرون و شلی در دوره رومانتیک ظهور پیدا کردند. فیلسوف برجسته این دوره شلینگ اهل آلمان بود. او باور داشت که تمام طبیعت شامل روح و دنیای فیزیکی یک چیز مطلق یا روح جهان است. پس ما می توانیم روح جهان را هم در طبیعت و هم در ذهن ببینیم. این مفهوم مطلق توسط فیلسوف بزرگ دیگری به نام هگل بیشتر گسترش پیدا کرد. هگل میراستار دوره رومانتیک است. او تقریبا همه ایده های این دوره را یک پارچه کرده و توسعه داد. اما روح مطلق مورد نظر او با دیگر فیلسوفان رومانتیک تفاوت دارد. این روح را می یک نوع روح جهانی دانست که به طور عینی و مستقل به عنوان موجودیت نخست وجود دارد. این روح همچنین ترکیب ایده های نسل بشر است زیرا تنها انسان دارای روح هستند روح مطلق هگل علت قایی و طبیعت ذاتی چیزها در این دنیا و وحدت همه روح های ذهنی و عینی است همه چیزهای مادی و معنوی از این روح ایجاد شده و سرانجام به آن برمیگردند چطور چنین چیزی ممکن است نویسنده در کتاب خود بیان می کند که همه ی فیلسوفان پیش از هگل تلاش کردند تا معیاری ابدی برای دانش تعیین کنند اما هگل فکر نمی کرد چنین چیزی ممکن باشد او باور داشت که اساس دانش انسان از نسلی به نسلی دیگر متفاوت است و هیچ دلیل بی زمانی وجود ندارد تنها نقطه ثابتی که می توانیم آن تکیه کنیم تاریخ است تاریخ مانند یک رود جاری است. سه مرحله از دانش وجود دارد. برنهاد یا تز، برابرنهاد یا آنتیتز و همنهاد یا سنتز. برای مثال، عقلگرای دکارت یک تز بود. در حالی که تجربه دیوید هیوم یک آنتیتز یعنی ایده مخالف بود. نظریه ی ترکیبی کانت نیز سنتزی بود که تناقض بین این دو مکتب فکری را رفت کرد. سنتز کانت خودش تبدیل به یک تزه جدید شد دانش از طریق این پیشرفت پیوسته به تدریج به جلو حرکت کرد به همین صورت وجود روح مطلق نیز بخشی از تکامل درونی است روح مطلق پویا و فعال است روح مطلق چیست هگل معتقد بود که روح مطلق علت اصلی و طبیعت ذاتی هر چیزی است یک واقعیت ابدی است که پیش از طبیعت و جامعه انسانی وجود داشته است. به طور خلاصه روح مطلق خالق همه چیزهای موجود در دنیا است. همه چیزهای مادی و معنوی از طریق آن ایجاد شده و سرانجام به آن باز می گردند. به بیانی دقیق تر، این یک مرحله منطقی است که در آغاز به شکل یک مفهوم است. سپس به طبیعت تبدیل می شود. روح انسان را تولید می کند و وارد مرحله طبیعی می شود. در مرحله بعد محدودیت های طبیعی را نفی می کند. به صورت اصلی خود برمیگردد و به مرحله معنوی یا روحانی وارد می شود. در نهایت خودش را تشخیص می دهد و به وحدتی مطلق بین افکار و وجود دست پیدا می کند. دست پیدا می بوکلیت شماره ده از قرن نوزدهم تا امروز شاهد گسترش روی کرده طبیعت گرایی هستیم. بر اساس ضرورت وجود ایده های متضاد برای تکامل دانش یا به اصطلاح دیالکتیک هگل بود که دیگر فیلسوف نامدار آلمانی کارل مارکس نظام فلسفی خود را بنا کرد. البته او از مفهوم آرمانی روح مطلق هگل استفاده کرد و آن را به یک نظریه ماده تاریخی تبدیل کرد. مارکس می گفت تا کنون فیلسوفان فقط دنیا را به روش های متنوعی تفسیر کردند. نکته این است که آن را تغییر دهیم این نقل قول یک چرخش قابل توجه دیگر در تاریخ فلسفه را نشان می دهد مارکس فقط یک فیلسوف نبود بلکه یک تاریخدان شناس، اقتصاددان و فعال اجتماعی نیز بود از نظر سیاست عملی هیچ فیلسوفی بیشتر از او گذار نبود مارکس معتقد بود که اساس این دنیا بر ماده استوار است تغییراتی که بر روی این ماده که همان شالوده اقتصادی جامعه است اتفاق می افتد، نیروی محرک تاریخ است. این تغییرات، تعیین کننده ی تفکرات اجتماعی، دستگاه سیاسی، مذهب، اخلاقیات، هنر، فلسفه و علم است. اینها چیزهایی هستند که مارکس رو بنای جامعه می نامد. به همین ترتیب، میزان نیروهای تولیدی یک جامعه روابط تولید آن جامعه را مشخص می کند. یعنی چیزهایی مانند تقسیم کار و توزیع سرمایه. پس وضعیت سیاسی و ایدئولوژی یک جامعه با نوع تولید آن تعیین می شود. به همین دلیل است که استانداردهای عقیدتی و اخلاقی مدرن با استانداردهای دوران باستان تفاوت دارد. هنجارهای جامعه برای تشخیص خوب از بد اساساً توسط طبقه حاکم آن جامعه انتخاب می شود. زیرا تاریخ تمام جوامع پیشین تاریخ درگیری طبقه هاست. بنابراین سیر تکاملی تاریخ عمدتا به کسانی بستگی دارد که ابزارهای تولید را در اختیار دارند. در یک جامعه سرمایهداری که در آن مالکیت خصوصی وجود دارد، ابزار تولید به سرمایهداران تعلق دارد. متاسفانه سرمایه داران ارزش افزوده ای را که طبقه کارگر ایجاد می کند، استثمار می کند. به منظور بالا بردن سود رفتار غیرمنطقی سرمایه دار به طور مداوم به افزایش ابزارهای تولید، گسترش تولید و کاهش دستمزدها منجر می شود. در نتیجه سرمایه در دستان افراد خیلی کمی باقی می ماند. پولدارها پولدارتر و فقیرها فقیرتر می شود. سپس این چرخه متوقف می شود. این چرخه معیوب سرانجام به انقلابی اجتماعی منتهی خواهد شد. درست مانند مارکس از قرن 19 هم تا امروز روی کرد طبیعتگرایی در نهایت گسترش پیدا کرد. بسیاری از دانشمندان به جز پدیده های طبیعی به هیچ فرضیه منطقی یا معنوی اعتقاد نداشتند. برای مثال، داروین در کتاب خود با عنوان پیرامون منشأ گونه ها نظریه بقای سازگارترین در انتخاب طبیعی را مطرح کرد. او تأکید کرد که همه ی چیزهای زنده موجود از قوانین تکامل پیروی می کنند. آنها از گونه های بدوی تر و قدیمی تر تکامل یافتند و تکامل آنها نتیجه انتخاب طبیعی بوده است. به بیان دیگر، هیچ موجود زنده ای را خدا نیافریده است. این ضربه مهلکی به روایت کتاب مقدس از پیدایش جهان هستی زد. بعد از هگل، نیچه و کیرکگارد روی کرده دیگری از فلسفه هستیگه یا مبتنی بر اصالت وجود در قرن بیستم گسترش پیدا کرد. فیلسوف برجسته این دوره جان پول سارتر فرانسوی بود. در حالی که نیچه این دیدگاه را پیش کشید که خدا مرده است، سارتر موضع یک فیلسوف هستی گرای خدا ناباور را گرفت و ادعا کرد که هستی مقدم بر ذات است. او بر این باور بود که بشر هیچ طبیعت ذاتی و ابدی ندارد پس مجبور است که خودش دست به خلق بزند انسان نمیتواند از پذیرفتن مسئولیتهایش سرباز بزند آزادی ما مجبورمان خواهد کرد که کسی باشیم و واقعا زندگی کنیم در زندگی باید معنا وجود داشته باشد اما خودمان باید این معنا را ایجاد کنیم معنای هستین است که زندگی خودمان را بسازیم در ابتدای این خلاصه ی کتاب مسائل بنیادین فلسفه را در دنیای باستان برای شما روشن کردیم. سپس فیلسوفان طبیعی و سه فیلسوف برجسته یونان باستان یعنی سقرات، افلاتون و ارسطو را معرفی کردیم. در ادامه در مورد الهیات آگوستین قدیس و مکتبهای فلسفی مذهبی قرون وسطا صحبت کردیم. بعد از آن اروپا وارد اصر رنسانس و دوره باروک شد. با ظهور دکارت فلسفه مدرن آغاز شد و نزاع بین عقلگرایی و تجربه گرایی بیشتر و بیشتر شد این روال ادامه داشت تا اینکه در مراحل پایانی عصر روشنگری کانت با نظریه ی ترکیبی خود به این بحث تاریخی پایان داد سپس گفتیم که در برابر تاکید بیش از حد عصر روشنگری بر عقل رومانتیسیسم ظهور پیدا کرد و نظریه های جدیدی توسط هگل، مارکس، داروین و سارتر مطرح شد. در عصر انفجار اطلاعات یعنی اصر ما به نظر می رسد که به راحتی به دانش دسترسی داریم. متاسفانه ما به ندرت صحت این اطلاعات را بررسی می کنیم. در طول زمان به تدریج به مقادیر زیاد اطلاعات خوب و بد موجود در اینترنت عادت کرده ایم. شاید حتی باور داریم که اینها ضروری ترین چیزهای زندگی ما هستند. ممکن است فقط بتوانیم به چیزهای معمولی اهمیت بدهیم. در طول زندگیمان شاید به این سوالها فکر کرده باشیم که من که هستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا می روم؟ دنیا چطور ایجاد شده است؟ و معنی زندگی چیست؟ اما با آگاهی از اینکه تمام جامعه خواسته یا ناخواسته فلسفه را تحریف کرده یا آن را بیفایده و دور از واقعیت می داند، ما نیز اهمیت آن را انکار می کنیم. شاید در آخرین مراحل زندگیمان مجبور بشویم که به عقب برگردیم و از خودمان بپرسیم من که هستم؟ چه چیزهایی را دوست دارم؟ و واقعا از زندگی چه می نسل ما از نظر اطلاعات چیزی کم ندارد اما قادر نیست که به طور مستقل فکر کند اگر این کتاب را درست مانند صوفی در پانزده سالگی خوانده بودید آیا زندگیتان تغییر می کرد؟ در آغاز این خلاصه کتاب گفتیم که فلسفه به معنی عشق به حکمت است یک چیز توهمی و بیفایده نیست بلکه انعکاسی است که از کنجکاوی آغازین انسان ایجاد شده است فلسفه از آن لحظه ای شروع شد که انسان به ستاره ها خیره شد و چیزی ضروری است که به هستی ما کمک کرده هر یک از ما خاکستری هستیم که بیش از ده میلیارد سال پیش در نتیجه بیگ بنگ به وجود آمده ایم. اما به خاطر افکارمان می توانیم از دیگر چیزهای جاندار تا حدی متفاوت باشیم. به احتمال زیاد همه نمی توانند خود را در فلسفه غرق کنند. اما همه شما این توانایی را دارید که مانند یک فیلسوف فکر کنید و این کمک می کند تا دنیای اطراف و زندگی خود را از نو بررسی کنید. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب رواقیگری روزانه اثری از رایان هالیدی و استفان هنسلمند این کتاب به بررسی دیدگاه ها و نظرات فلاسفه رواقی پیرامون چگونه زیستن می پردازد. کتاب رواقیگری روزانه راه زندگی راستین را به شما نشان می دهد و همچون جادویی شگفتانگیز شما را در مقابل خطرات و آسیب ها در امان نگاه می دارد. نویسندگان این کتاب به تفصیل در مورد حکمت رواقی و فلسفه متفکران آن صحبت کردند. کتاب رواقیگری روزانه تنها عقاید و نظریه هایی که برای نشخار مغز باشد نیست. این کتاب به شما ثابت می کند که می توان از فلسفه در زندگی واقعی سود جست و آرامش و شادی را تجربه کرد. مدیاکده مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید